سلامت باشی استاد. من شروع کنم یا حضرت عالی میخوان سوال بفرمایید؟ سوال زیرنویس شده هست و اگر نمیبینی تا قرائت کنم. نه دیدم سوال رو واقعا. خب درست است، به نکته بسیار ضعیفی جلسه رو هیئت برنامه رو سوق داده و زبان بد گشودن و زبان بد به کسی که سزاوار چیزی نیست اون نسبت رو دادن برگشت به خود انسان است. اما از اونجایی که خدای یعنی به همسران پیامبر خدا، یعنی همسران پیامبر خدا و به نزدیکترین یاران پیامبر خدا ویژگی هیچ انسانی مسلمانی نخواهد بود در واقع. حالا سویه خاص میذاریم کنار، ولی اگر در قرآن کریم بعضی از مصادیق را استسعدون ولا تلوون و علا اهلن و رسولو یدعوکم فی اخراکم، اینایی که به پیامبر بی‌اعتنایی کردند، اونایی که در قرآن کریم خدای متعال مذمتشون کرده، یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کلمت الكفر و کفروا بعد اسلامهم و همو به ما لم ینالوا، اینا رو مصادیقش رو پیدا کرد که واقعا روایات فکر ما رو سوق داد. اینها رو همونی که قرآن گفته است، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، این چه اشکالی داره دوستان؟ مشکل همینه، روایات شما را پدر شما را در آورده ای، پدر این فکر را روایات در آورد، این روایات مزخرف و این روایاتی که یهود برای دور کردن ما مسلمانان از مکتب رسالت دور کرده، برای اینکه یهود میخواست ما به یاران پیامبر خدا بدبین بشیم، همسر پیامبر خدا بدبین بشیم، این روایات را به خورد شما دادن و شما قلبهای بسیار آلوده و متعفن و مملو و از عقده و کینه را در قلب شما، قلبهای شما را ایجاد کردن، تا اینکه شما را نسبت به قرآن، نسبت به اسلام، نسبت به حدیث پیامبر بدبین کنن و همون نتیجه بود که گرفتن و الان به نتیجهشون. اضافه بر اون الان عبادت فحش دادن به همسر پیامبر مسلمانان، عبادت فحش دادن به یاران رسول الله را عبادت میدونن آقایون. از نظر اسلام بزرگترین گناه من عادالی ولی فقط آذنتو بلن. سبحان الله، این حدیث من تعجب میکردم که خدا فرموده، حدیث قدسی در واقع، هر کسی با دوستان من دشمنی بکنه من با او اعلام جنگ و ستیز دارم. جالب اینجاست، من فکر میکردم چطور این قضیه، این جنگ و ستیز صورت میگیره، ولی وقتی مراسم عزاداری ها را میبینم که همون حاج آقا یا همون متعصبی که فحش میده شمشیر و قمه به دست گرفته و داره میزنه، محکم داره میزنه، چقدر میگم خدایا تو عزیز و حکیمی که شلاق را به دست خودش دادی تا خودش بر پیکر خودش بزنه و زبان اعتراضم نتونه بگیره. این همون سزای عملش است و توهینش است به همسر و یاران رسول الله. به همین خاطر من تأکید میکنم حتما این مراسم عزاداری ها و سینه زنی ها و غم زنی ها را از تلویزیون ها ببینید تا دل مسلمانان، دل پیروان در واقع، دل فرزندان حضرت عایشه خنک بشود، تا اینکه ببینیم چگونه خداوند انتقام دشمنی با دوستانش رو با دست خودشان از همینا میگیره. آقای هاشمی، من به خاطر اینکه قلبمو طاهر کنم از این روایات قلبمو تهی میکنم، لحظاتی قلبمو انشالله طاهر میکنم. لحظات به این آیات که میرسم من چه بکنم؟ کدوم آیه مثلا؟ نه خب میخوام الان، میخوام اگه بتونی برای همیشه بس از قلب من شما تا میکروب زدایی کن. نه من نیازی نیست، خودت اگه دوست داری، خودت دوست داری بفرم، قلبت پاک نخواستی بذار قلبت همیشه همینطور آلوده باشه به اعتراف خودتون. کدوم آیه؟ کمکم کن استاد. بفرمایی. قرآن کریم وقتی میفرماد یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم، صحابه روی چشم ما. اما این هم از همون صحابه هست. خب ما این رو من صادقش رو پیدا از کنیم کجا فهمیدید؟ از کجا فهمیدید که اینا صحابه هستن؟ تصویر آیه رو به ما بدین. از کجا فهمیدید که اینا صحابه هستن؟ شما از زمره صحابه رو نشون کن. از کجا فهمیدید که اینها صحابه هستن؟ شما از زمره صحابه، جناب آقای هاشمی، بله جناب عمر، در این سریالی که از رو پخش می‌کنید، آقای رضایی، فعلا سریال رو، فعلا سریال ها رو و فیلم سینمایی ها و تئاتر آخوندها رو فعلا کنار بگذارید. این آیه قرار شد از آیه قرآن سخن بگیم. این آیه قرآن کجا می‌فرماید که این صحابه هستن؟ یحلفون بالله ما قالوا. فرصت چانه‌زنی ندارم آقای رضایی، فقط یک بار میپرسم، اگر پاسخ ندادین خداحافظی خواهم که بیننده بعد رو میشم و بذار قلبتون همینطور که خودتون گفتین البته آلوده باشه. الان پاسخ من رو بدید، این آیه کجای این آیه میفرماید که اینا صحابه هستن؟
قالوا کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم من... و همو به مال هم ینزلون. من نمیگم که چی بودن اینا، شما من نمیگم بودن؟ چی گفتن، چی... کجای این آیه اومده که اینها صحابی بودن؟ آقای رضایی چرا من باید اینم اصرار بکنم؟ مگر اینکه قلب خیلی مریض باشه که نخواهد بشنوه. کجای این آیه خدا هم فرموده که اینها صحابی بودن؟ مادامی که شما نگیرش یابنن در نظر من دسته یه صحابه بودن. صحابه یعنی چی؟ شما تعریف صحابه بکن برای که جانان چاری دیگه نیست. تعریف صحابه، صحابه یعنی چی؟ به چه کسی صحابه میگوین؟ صحابه یعنی آنهایی که در زمان پیامبر پیامبر رو دیدن، پیامبر رو درک کردن، پیامبر به پیامبر ایمان آوردن و بر ایمانشون ثابت موندن. حدیثی هم که از آیه هم که از زبان امام تمام شد. پس این آیه صحابی نیست. پس این آیه در مورد صحابی نیست. طبق تعریف خودتون صحابه کسانی که پیامبر را دیدن، به پیامبر ایمان آوردن و با ایمانشان از دنیا رفتند. این سه تعریف صحابه است. پس با این وضعیت اینها صحابه نبودند، چون مخالف تعریفی که ارائه دادید. حل شد؟ خب پس اینها درسته، خیلی عالی، ماشاءالله خوب کمکم کردی. پس این دسته که الان اشاره کردیم اونا صحابی نیستن. پس یه عده منافق تحت عنوان صحابی، نه تحت عنوان صحابه، نخیر تحت عنوان صحابه نبودن، شناخته شده بودن هم برای رسول الله هم برای حذیفه بن یمان، هر رسول الله معرفی، اصلا به هیچ عنوان ابهامی نبود در این قضیه، برای همین شناخته شده بودن. آقای هاشمی خودی که قرآن میفرماد ان الذين اشتروا الحیات الدنیا بالاخره، فعلا اجازه بدید. این بودن که در این آیه رو پیغمبر گذاشتن قرار کردن. خب اشکال نداره، حضرت علی کجا بود در احد؟ حضرت علی کجا بود؟ کجا حضرت علی کجا بود در احد؟ حضرت علی در شب در کنار رسول خدا دو دستی شمشیر میزد. خب کجا بود؟ به من روایت بیار. در صحنه کجا؟ احد. کجا بود روایت؟ کجا در صحنه احد؟ کدوم کتاب؟ از کدوم کتاب اینو نقل میفرمایید؟ این که بر این که این روایت این که کدوم... روایت که این تکبیت که لا فتا الا علی لا سعی این شعریست، این شعریست که بر حضرت علی در چند علی ابن ابی طالب بود. آقای رضایی من از شعر و سرود و ترانه نپرسیدم. بله حضرت علی شجاع بود، اصلا حرفی نیست. اما سوال من از اینه که حضرت علی در جنگ احد زمانی که مشرکین حمله کردن حضرت علی کجا بود؟ در کدوم کتاب؟ برای ما بیارین این کتابش. یالا یک روایت بیارین. نبود، فرار کرد. فرار کرد، تمام شد. همه صحابه فرار کردن، اصلا خود رسول الله به کوه پناه برد. همه انسان بودن که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم به بالای کوه رفت، پشت تخت سنگی اونجا همه پناه گرفتن. بایستی این کار انجام میدادن. طبیعت انسانه. صحابه، همه صحابه، حضرت علی هم از همه جلوتر بود. روایت شما بیارین که حضرت علی در دو حالت داریم، یا حضرت علی در میدان جنگ با مشرکین مکه اونجا جنگید و مشرکین مکه را شکست داد، یا حضرت علی در غزوه احد شهید شد، که هیچ دو حالتی رخ نداد. نه مشرکین مکه را شکست، مشرکین مکه اونجا شکست نخوردن، و نه حضرت علی شهید شد. پس نشون میده که حضرت علی بالای کوه بود. حضرت علی از فراریان احد، از فراریان احد. متشکرم آقای رضایی، خدا یار نگهدارشون، برای وقت خیلی محدوده. پس با این وضعیت شما نمیتونید. حضرت علی فضلش، بزرگواری حضرت علی خیلی بالاتر از اینی که شما بخواید صحبت کنید. حضرت علی یک در واقع یک سنی مذهب بود. بینندگان عزیز، فرزندان حضرت علی همه سنی مذهب بودن. روایت افراد دکانداران مذهبی برای دو ریال زهر مار کنند، روایاتی را به امامان نسبت دادند، اصلا صحت نداره. به همین خاطر شما در کتب در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی در نماز مهر می‌گذاشت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی بر قبر حضرت فاطمه گنبد بارگاه ساخت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی سالگرد 40 و 40 و 7 و سالگرد عزاداری برای حضرت فاطمه برگزار می‌کرد. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی صیغه می‌کرد. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی خمس می‌گرفت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی اعتقاد ولی فقیه داشت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی مس برپا می‌کشید. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی دست را در نماز باز می‌گذاشت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که حضرت علی در اذان اشهد ان لا اله الا الله میگفت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید حضرت علی اعتقاد به تقیه داشت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید حضرت علی اعتقاد به امام زمان فرزند حضرت حسن عسکری داشت. در کتاب نهج البلاغه پیدا کنید که رجعتی بود. نیست. بینندگان عزیز، فقط یک سری توهمات، خیال پردازی‌های کودکانه. دیدید که آیه قرآن یحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمه الكفر، اینا صحابه بودن. خودش هم تعریف صحابه میگه، بعد اعتراف میکنه که صحابه پس نبودن.
و این اینها رو رضایی ها اینا حجت الاسلام ها هستن. بیندگان عزیز، چند سال بعد همینا آیت الله ها میشن و مرجع تقلید میشن، میشن صاحب کتاب جامع الرسائل، جامع المزخرفات و غیره به مردم منتشر میکنن و مردم هم مرگ بر ضد ولی فقیه هم میشه آخرش.